فیلمی ایرانی در شبکه یوتیوب نظر بسیاری رو به خود جلب کرده. حقوق بشر در ایران ساخته محسن عطاردی. بعد ندیدیم به این پرفورمنس بیشتر آشنا بشیم و از این رو گفتگویی داشتیم با تولید کننده جوان این اثر تا از زبان وی بیشتر بشنویم. آقای عطاردی، سوال اولم از شما اینه که چی شد جرقه این پرفورمنسی رو که ساختید از کجا شکل گرفت؟ این ایده از کجا شروع شد؟ اصلاً که در فیسبوک بودم و با یکی از دوستان که در ایران بود مشغول صحبت بودم، از وضعیت ایران پرسیدم که رو من بود و دوباره شروع شد این یأس و ناامیدی که توی جامعه هستش. ما اینجا سرعت اینترنت خیلی خوبی داریم، میتونیم اخبارا رو خیلی خوب دنبال کنیم و نشد که من تو یک سال نیمی که ترکیه هستم وارد اینترنت نشم و یه خبر بعد اون روزمون رو خراب نکنه. واقعا این شد که سعی کردم این اخبار رو کنار هم بذارم و حالا با دوستانی که اینجا داشتیم سعی کردیم یک کار گروهی رو به سرانجام برسونیم و نتیجهش این فیلم شد. من نوید پیروزی به شما میدم، من نوید استقلال، من نوید عظمت، من نوید یک روح پاک، یک روح آزاد منش، یک روح مهذب به شما میدهم به شرطون که همه با هم باشید و با همه با هم به سوی جمهوری اسلام و به سوی اسلام. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری دموکراتی، نه جمهوری دموکراتی که اسلامی، جمهوری اسلامی. پیغامی رو که مستقیما با ساخت این فیلم دارید چی میتونه باشه؟ چه پیغامی دارید آقای عطاردی؟ در مورد پیغام، شاید اصلا دوستانی که توی این فیلم بازی کردن یا اصلا خود من واقعا نماینده مناسبی برای جامعه ایران نباشیم. بحث اینها نبوده. در واقع ما میخواستیم صدایی از جامعه ایران باشیم. بحث داریوش، ندا آقا سلطان یا حتی شخصی که نقش ندا آقا سلطان رو بازی میکنه نیست. شاید اصلا همه ماها نمیتونیم نماینده خوبی برای جامعه ایران باشیم، ولی واقعا دوست داشتیم صدایی از نسل جوانان بعد از انقلاب باشیم که شاهد این وقایع بودن. حجاب مایه تشخص زن است. برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. حجاب وقار است، متانت است. برای ساخت این فیلم مشکلی نداشتید یا در کشور ترکیه مجوز به خصوصی یا شرایط به خصوصی براتون نذاشتن که بتونید این فیلم رو بسازید؟ قبل از ساخت فیلم سراغ مجوز رفتیم و طبق معمول سازمان‌های مختلف، باز به نتیجه نرسیدیم و خیلی اتفاقی من با خیابون کنور آشنا شدم تو شهر آنکارا. شما هر هفته یا هر روز در اونجا اگه تشریف دارید تجمعات مسالمت آمیز سیاسی اونجا برقرار میشه. منتها من چند بار رفتم پرسیدم و گفتن که اگه شما اینجا تجمع برقرار کنید و حالا مثلا رهگذری که رد میشه شما مزاحمتی براش ایجاد نکنید، پلیس هیچ مانعی براتون ایجاد نمیکنه. هیچ، با خیال راحت فیلمو ضبط کردیم. خیلی برامون جالب بود، یعنی یک خیابون رو در واقع ما در اختیار داشتیم و هیچ پلیس یا ماموری نیومد که بگه که شما اینجا چیکار میکنید و واقعا خیلی راحت ضبط شد و از این بابت خیلی خوشحالیم. واکنش آدم هایی که از کنارتون رد می شدن، آدم های عامی که شاهد این صحنه ها بودن،
و تک تک پیام های شما رو میشنیدن نسبت به کارتون چی بود؟ خب ما امکاناتمون کم بود، باور کنید با یه دوربین ما این فیلم رو ضبط کردیم و خیلی سخت بود برامون دیگه، چون آیتم هایی که بودن کنار هم دیگه نبودن، از هم فاصله داشتن و حالا ما میخواستیم مثلا عکس العمل خیلی از دوستان رو بگیریم، رهگذرایی که اونجا بودن، موفق نشدیم، خیلی هاشون رو از دست دادیم، ولی خب به مراتب همشون میپرسیدن خب این منظور از این چیه و این چی رو میخواد بگه، روحانی اینجا چی نوشته. جالب براتون بدون اینجا ترکیه است ولی خب زبان انگلیسی رو خیلی ضعیف بلدن و در حالی که کشور توریستی هستش. خب برامون جالب بود، حتی این قسمت از قضیه هم خیلی برامون جالب بود. تو الان آرزو چیه؟ من هیچ آرزوی ندارم. چرا؟ چون وقت نکردم بهشون فکر کنم، چون تا شب سر کار بودم اصلا نتونستم بهش فکر کنم. اگر میتونستم فکر کنم آرزوم این بود قدرت داشته بودم به بقیه کمک میکردم، ثروت داشته بودم به بقیه. آقای عطاردی، بعد از این استارت تصمیم بعدی و ایده بعدیتون برای ساخت کار جدیدتون چه خواهد بود؟ یه فیلمنامه کوتاه نوشتم و دارم روش کار میکنم، امیدوارم که بتونم حداقل بودجه‌های اولیه‌اش رو تهیه کنم و دوباره به شروع کنم به ساختش. اگه بابت همین فیلم قبلی هم ما امکانات خاصی رو داشتیم، خیلی بهتر از این میتونستیم کار رو جمع کنیم. اگه فیلم رو نگاه کنید واقعا یه همدلی و یه عشقی که پشت این فیلم هستش رو میتونید تو تک تک بچه ها شما ببینید. کار یه کار گروهی هستش، بچه ها از شهرهای مختلف ترکیه اومدن و کنار هم جمع شدیم. هر کدوم گرایش های سیاسی و مذهبی خاص خودشون رو دارن، ولی برای اینکه کنار هم بیستیم و یه حرف مشترک رو بزنیم واقعا هیچ مشکلی نداشتیم و امیدوارم باز بتونم اون ایده ای که تو ذهنم دارم و دوباره بتونم بیاره کنم. تصور میکنید باستا به کاری که انجام دادید رو دریافت کردید، چقدر بیننده، چقدر مخاطب از کارتون گرفتید؟ خب تو شبکه‌های مختلف و تو پیج‌های مختلف فیسبوک پخش شده و من کامنت ها رو دنبال میکنم و خیلی ها شیر میکنم و حالا چون 13 دقیقه است و خودتون میدونید که سرعت اینترنت تو ایران خیلی ضعیف هستش و هر کسی میبینه که بالای 10 دقیقه هستش پلی نمیکنه این فیلم ها، ولی با وجود این باستاب خوبی داشته. من دو روز نمیشه که این فیلم رو آپلود کردم تو صفحه یوتیوب خودم، ولی خب باستاب خوبی داشته و راضی هستم تقریبا. ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همه جی دستگیر شدن. قطع یقین بدون زمان و سرعت عمل پلیس در رابطه با کشف و شناسایی افراد بسیار سریع و خیلی کم بود و این کار انجام گرفت. قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم. از اینکه وقت گذاشتید بی نهایت سپاسگزاریم. آقای عطاردی ازتون خواهش میکنم که اگر حرف دلی وجود داره که تا این لحظه نزدید بفرمایید. خواهش میکنم. من خیلی امیدوارم، ما در واقع کشور ایران کشوری هستش که خیلی بیشتر از سایر کشورها برای به دست آوردن دموکراسی تلاش کرده. انقلاب 1285، انقلاب مشروطه‌ای که صورت گرفت و همین انقلاب سال 1357، هر دو با شعار دموکراسی خواهش صورت گرفت، ولی خب سرانجام خوبی نداشت. یعنی مردمی که تو خیابون اومدن به این امید، به امید دموکراسی اومدن. همین درگیری های سال 78 و 88 که اخیراً اتفاق افتاد، باز با این امید مردم اومدن به خیابون. امیدوارم اگه باز چرخش قدرتی تو ایران اتفاق میفته با آگاهی صورت بگیره و مردم با آگاهی و دانشی که دارن حکومت جدیدش من انتخاب کنن. سپاس از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. هوشیار باشید، از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان
برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد. وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش میسازم